شما تصور کنید یک مرد که نسوار استفاده میکنه، پاند استفاده میکنه، سیگریت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، ای همسرش چطور در آغوش او بخوابه؟ خب این ظلم است. خب اگر نخوابه در آغوشش، خب میگه چرا در آغوشم نمیخوابی؟ خب اگر بخوابه ای همسر بیچارش باید چطور تحمل کنه ای بوی بده؟ تو عزیزی که نمیفهمیدی تا حال سیگریت استفاده میکنی، نمیفهمیدی تا حال نسوار استفاده میکنی، چرس استفاده میکنی، نمیفهمیدی تا حال به نظافت بدنت اهمیت نمیدادی، سر از این لحظه که فهمیدی تصمیم بگیر ترکش بکنی، برات بزرگترین اجر و پاداش داره. مورد بهداشتی هم امکانات هم بسیار زیاد است و دوستای میتونن دسترسی دارن. یعنی شما برای وجود مثلا وقتی که عرق میکنن انسان و گرمی می باشن درشتر که کوی و یک چیزی ترشوه بشن. بله. اما موارد هست که شاید شما مثلا قیمت بسیار ارزان بخرین، حالا شاید یک بار دو بار کار برای شما بده که استفاده کنین و قسمت های وجود و هم را درس کنن و بوی عرق و یار یک کسی هم قرار شما رو تینه ازیاد کنشن و استفاده از خود هند را تا حد پالادن اتخاب گوام بازوی استفاده است. شما یک نکته رو ببینید جناب محمدی صاحب، خیلی دقیق است، خیلی مهم است. یک نمازی که در جماعت انسان در مسجد میخوانه 27 درجه فرق میکنه نظر به نماز تنهایی. ولی با وجود این همه اهمیت، این رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کسی که سیر خام میخوره یا پیاز میخوره در عبادتگاه ما نزدیک نش. خیلی جمله زننده است. خب پس کسی که وجودش بوی عرق بد میده، تعفن میده، کسی که مثلا بوی نسوار سیگریت میده، خب او رو چی میگی؟ حالا اگر بگی باز بعضی از عزیزای ما ناراحت میشه، والا چرا شما این نکته رو گفتین؟ خیلی از مردم نسوار میکشه، خیلی از مردم سیگار میکشه، خیلی ها وجودشان بوی عرق میده. خب آنچه که سبب آزار و اذیت مردم در عبادت و در اجتماع میشه باید از خود دور بکنیم. رو ما یک در روایت داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه یکی از جمله بخشهای از صدقات است اماتت الاعضاء عن الطریق، آنچه که سبب آزار و اذیت مردم در مسیر راهشان میشه باید او رو دور کنین از راه. حالا اگر بوی بدی بدنمان سبب آزار و اذیت میشه، اگر بوی بد دهانمان سبب آزار و اذیت میشه، اگر بوی بد سیگریتمان سبب آزار و اذیت کسی میشه، خب ترک کنیم سیگریت. اگر بوی بد نسوار سبب آزار و اذیت کسی میشه، خب ترک کنید. خب شما تصور کنید یک مرد که نسوار استفاده میکنه، پاند استفاده میکنه، سیگریت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، این همسرش چطور در آغوش او بخوابه؟ خب این ظلم است. خب اگر نخوابه در آغوشش، خب میگه چرا در آغوشم نمیخوابی؟ خب اگر بخوابه این همسر بیچارش باید چطور تحمل کنه ای بویی بده؟ وقتی پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم تو به خاطری که میگه سیر خوردی، پیاز خام خوردی در عبادتگاه ما نیا، اصلا نمی 27 درجه نماز از این محروم شو، در نماز ما نزدیک نشو، در مسجد ما نزدیک نشو. چرا؟ به خاطر ازی که دهانت بو میده، در سجده، در رکوع، در پهلوی مردم اذیت میشه. خب چطور ما برای خود اجازه میدیم که وارد یک مجلس به اصطلاح سیگریت استفاده کنیم، در یک مجلس نسوار استفاده کنیم، چرس استفاده کنیم که سبب آزار و اذیت اهل مجلس میشه؟ آنچه که سبب آزار و اذیت انسان ها میشه ترکش کنیم، انجام ندهیم. و حتی صدقه محسوب میشه برای انسان. تو عزیزی که نمیفهمیدی تا حال سیگریت استفاده میکنی، نمیفهمیدی تا حال نسوار استفاده میکنی، چرس استفاده میکنی، نمیفهمیدی تا حال به نظافت بدنت اهمیت نمیدادی، سر از این لحظه که فهمیدی تصمیم بگیر ترکش بکنی، برات بزرگترین اجر و پاداش داره. عبادت که تنها فقط نماز و روزه نیست، خدمت به خلق خدا، نفع رساندن به خلق خدا، عدم آزار و اذیت. شما در این روایت ببینید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مردم از دست و زبانش در امان باشه، یعنی هیچ ضرری جانی، زبانی، مالی از تو کسی نبینه، تو واقعا مسلمان واقعی است. این قضايا باید خیلی اهمیت داد، ولی متاسفانه بسیاری ها پایبندی ندارن در این موارد. با وجودی که مسلمانیم در یک جامعه اسلامی،
بزرگ شدیم. همین حالا شما مثلا در کشور خود ما ببینیم، دینی که برای ما اینقدر تاکید میکنه در رعایت نظافت بدن، در رعایت نظافت لباس، در رعایت نظافت عبادتگاه و مساجد، اصلا یک جمله شما یه آیت قرآن توجه کنید انسان تکان میخوره. دو تا از پیامبرانش الله میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین. ما از ابراهیم و اسماعیل تعهد گرفتیم که در قبال تطهیر خانه کعبه برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. یعنی آنقدر قضیه نظافت مهم است که خداوند دو تا پیامبرش میگه ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا خانه کعبه را نظافت بکنن. زکریا علیه السلام مسئول نظافت بیت المقدس است، حفاظت بیت المقدس است. پس ما باید به نظافت عبادتگاه های ما، به نظافت خانه ما، به نظافت لباس ما، به نظافت فرزندان ما، به نظافت مکاتب و مدارس ما، به نظافت شهر ما که در او زندگی میکنیم باید اهمیت بالای قائل باشیم. شما یه حدیث رو ببینید انسان تکان میخوره به خدا که 1400 سال پیش چنین طرحی داده شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نفرینی خدا برای کسی که در سایه‌ای که مردم از او استفاده میکنن اونجا میره چتلی میکنه، یعنی در زیر یک درختی که مردم به سایه‌اش مینشین. یعنی چی؟ یعنی حفاظت محیط زیست. در حقیقت این معناش ایست، یعنی شهرداری، یعنی پاکیزگی. شما امروز مثلا در کابل مد نظر بگید هر کوچه که انسان رد میشه طرف 5 منزل ساختمان بلند کرده تشنابش از داخلی کوچه است. آخه به لحاظ خدا ای کدام منطق است؟ ای کدام مسلمانی است اصلا؟ تو چطور مسلمان هستی که تو اهمیت نمیدی برای به اصطلاح نظافت محیط و منطقه‌ای که در او زندگی میکنی؟ محیط و منطقه‌ای که در او زندگی میکنی. نفرین خدا بر کسی که در سایه که مردم از او استفاده میکنن این میره در اونجا چتلی میکنه. خب کنار دریای پل خشتی مینشینن چتلی میکنن، کنار شهرشان، بازارشان، دیارشان، محیطی که زندگی میکنن. خب این کجا رو نشان میده؟ عدم تربیت ما رو نشان میده، عدم آگاهی ما رو از دین نشان میده، عدم فهم ما رو از دین نشان میده. نمیفهمین دینه به معنای واقعی. باز که بگیم مسلمان میگه شاید میگه اولین مسلمان در جهان من است. خب شاید یک بخشی از دولت مقصر باشه که زمینه به اصطلاح تشناب و فاضلاب برای مردم تهیه نکرده تا برام رفع حاجاتشان انجام بدن، اما یک بخش دیگه برای خود ما برمیگرده. انسان مسلمان شهر و دیاری که در او زندگی میکنه باید پاکیزه باشه، تمیز و نظیف باشه. ولی ما متاسفانه بی‌توجهی میکنیم به این موارد.